درود بر همیهنان گرامی و همزبانان و همتبارانی که برنامه به سوی ایران شهر رو نگاه میکنید. آرتیمیس علی‌آبادی هستم و این برنامه کاریست از جنبش نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی. کسانی که این برنامه رو تا کنون دیدن میدونن که ما در این برنامه به هر آن چیزی میپردازیم که به ایران شهر بزرگ مربوط میشه. این برنامه چیزی حدود 2 سال ادامه داره و من در این برنامه با جناب آقای دکتر ستوده، زرتشت ستوده از لندن، ایران شناس و تخصصشون در ترک شناسی است و استاد دانشگاه هستند، گفتگو میکنم امروز. آقای دکتر، نخست درود بر شما و بعد اینکه میخوان درباره دبیره های ایرانی یا خط های ایرانی با هم گفتگو کنیم، شما یک درودی داشته باشید با همیهنان تا من نخستین پرسش رو از شما بکنم. من هرگاه گفتگو کردم برای ستایش از نیکی های ایران گفته او کردم. این پایان به شام نیست. ایران کشوری است فرمند، کشوری بالنده، کشوری دهشمند، کشوری پدید آورنده فرهنگ و هنر و دانش. این ها همه یک اینایی که گفتم در یک واژه‌ای به نام خوبرنو در اوستا هست، یا خوبرنو ایر یعنیم خوبرنو یز میده. اوستا میگه که فر ایران را می ستاییم. در همه زمین ها، همین زمین امروزی هم که میخواییم گفته کنیم، این گفتگوی اوستا درست در میاد. همینو نظامی هم گفته، همه عالم تن است، ایران دل. نیست گوینده زمریاز خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل زتن به بود یقین باشد. همون ایر یعنی مخواهد نویز معیده است. درست. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. خیلی همیهنان ما به برنامه هایی که من با شما دارم علاقه دارم. اینو واقعا دارم میگم، برای اینکه هم با ایمیل به ما همیشه میفرستن و هم در جاهای مختلف برای من مسیج میزنن تو شبکه های گوناگون، چه تلگرام، چه فیسبوک، چه در یوتیوب. من میخوام امروز با شما این جستاری رو آغاز کنم که برای خیلی از همیهنان یا هم بینندگان این برنامه جالبه، و اون اینکه کلا ببینیم آغاز یا پیدایش دبیره یا خط در ایران چگونه بوده و از کی ایجاد شده، نخستین دبیره در ایران چیست. خب پیش از این که این جستار رو پاسخ بدم، با این گفتگوی که شما کردید که شنوندگان شما بسیار پیشواز از گفتگوهای شما میکنن، خب این دلگرمی بخش است. شما و من هر دو هنگاممون رو هزینه این کار میکنیم که آنچه که گفته نشده یا آنچه که بایسته هست رو به ایرانیان برسانیم. انگیزه ما، انگیزه من و شما، آگاهی بخشی هست و این آگاهی بخشی رو ما باور داریم که دستمایه رهایی خیش از بیخردی، از بیراهه، از کجروی و سرانجام برای رهایی سرزمینمون به کار بگیریم و نیاز به این کار است. همه فرهنگ ایران از دیدگاه من، حالا یک کسانی هستن میگوین که سرودهای شاهنامه مانند یک زرادخانه جنگی است و ابزارهای جنگی، تیر و خدنگ و اینهاست در دست ایرانیانی که میتوانن سربازی باشن برای پدافند از کشور. و اندیشه من اون درست است. همه اون چی که ایران بزرگ فرمند و فروغمند داره برای رهایی نه تنها ایران، برای رهایی جهان هم بسنده است. چون که من در این چندین سالی که کار میکنم، دست کم 3 دهه‌ای که به کار پژوهش ایران شناسی پرداختم و گفت نوشته ها و پژوهش های جهانیان را هم دیدم، چه درباره ایران چه در جای دیگه، هیچ کشوری به پای این دالندگی، دارندگی و بالندگی ایران نمیرسه. دریغ است که ایرانیان از این انبان خرد یا گنجینه خرد دانش اگه نیازمند امروز برای رهایشون است بهره برداری نکنن. خب برای من دلگرمی است، برای شما هم دلگرمی است که پیشواز میکنن.
گفتگوی گزیده شما درباره دبیره بسیار یکی از چیزهایی است که خب من هم بسیار دوست دارم در اون زمینه گفته کنم، هم که نیاز یکی از نیازهاست. نخست این که دبیره چیست؟ این واژه دب در ایران شاید شنیده باشید، کسایی که با پوست کار میکنن اینها رو دباک میگن. حالا ایرانی ها اون که رو قه میکنن دباک، این دب میشود پوست. در زبان تیره ایرانی سکه دری هست، دری. دری، من که اردبیلی هستم، در اردبیل ما پوست را دری میگیم و هیچ پیوندی با زبان ترک مغول نداره. شما که خودتان دانشگاهی هستید و هر کسی دیگه میدونید که درما و درماتولوژی در یونان هست دیگه، در زبان انگلیسی خود درما و دری یک واژه است. پس این واژه نه واژه یونانیه، خب واژه ترکی که هیچ نمیتوانه باشه، اما انگیزشو گفتم دیگه. این است که درما یا دری یا دباغ یا دیپیش یا دبک یا تبل یا تنبک، اینا همه از یک واژه هستن. در چم پوست است، در چم پوست است. گفتم که درما، درماتولوژی، اینا اینه دیگه. لوگیک خب یعنی نگاه کردن و بررسی و پرداختن، اما درما، درمو این پوست است. چرا این واژه در زبان ما هست؟ در زبان یونان نه، دبیره رو با واژه پوست یکجا ندارن. چرا در زبان ما هست؟ برای اینکه ایرانیان از نخستین کسانی هستند که از این واژه من میدانم، نخستین کسانی هستند که کوشش کردن بنویسن، از همین واژه میدانم و روی پوست نوشتن. در نوشته های پهلوی هست که دبیره اوستایی یا نوشته اوستا رو روی چندین هزار پوست گاو نوشتن. باور دارم که بسیاری شنیدنید و شما هم شنیدید. پس این پوست با دبیره، یعنی اون چی که به نام خط یا سمیره در زبان پهلوی، دبیره رو سمیره هم میگن، با اون از یک جنس است و نویسندهش را دبیر میگن. دبیر در نوشته شاهنشاه همایون، شاهنشاه داریوش بزرگ روانشاد، دیپیش میگوید ایشان. دیپیش، دیپیش همین دبیره یا خط هست. دیپیش دبیره یا خط هست. خود ایشان، حالا من نمیخواستم به این بپردازم، اما خب خواهم پرداخت به ایشان، چون خود این شاهنشاه دانا و خردمند پدید آورنده دبیر است. برای اینکه خودشان میفرمایند به زبان همایون خیش، نبود پیش از من دبیره این چنین، من آن ایدون کردم به آریایی. میگوید که نام دبیرش آریایی است، نام اون دبیر آریایی است و آن را او پدید آورده. دبیری که آن را نوشته نمیگد که من پدید آوردم، میگوید که چون از زبان شاهنشاه است، از زبان شاهنشاه گفتگو میکنه، دبیر مینویسه. برای همین هم است که آن ماریکو، یک پژوهشگر ژرمن، یک نسکی پدید آورد و از زبان داریوش شاه نام نسک را گذاشت، از زبان داره، برای اینکه هرگاه گفتگو که میشه، هر پاره ای از سخن که گفتگو میشه، میگه کتیا داری و اوشا، گوید داریوش شاه. اون از زبان خودشه، نخسته، اون نخست کسیه که اونجا گفتگو میکنه، نخست کسیه که گفتگو. این نیست که من این لغزش نکنید، این دبیر نیست که این را میگه، خود شاهنشاه میگه، چون کتیا داری و اوشا، گوید داریوش شاه. بله، این است که خب به این پرداختیم که اون. اما خب پیش از دبیره هخامنشی دبیرهای دیگری است. من برای اینکه فروگذار نکنم، دبیره ایرانیان هیتی پدید آوردن به نام دبیره هیتایت یا هیتیت. این هیتی ها من به شما پیش از اینم گفتم، از اکنون 4000 پیشتر زیستن، از هخامنشیان دیرتر هستند. لغزش نکنیم، شاهنشاه همایون داریوش بزرگ روانشاد می فرماین که هشتن از پدران من
پادشاهی کردند. همیشه ما از تخمه پادشاهی بودیم. ما شوربختانه به دو تن از پدران ایشان، پدر و پدر بزرگش ویشتاس و آریارمنه آگاهی داریم. هر دو نوشتند. شگفته که دبیره های هر دو هست. دبیره ای که شاهنشاه پدید آورده، دبیره ای که شاهنشاه داریوش بزرگ کرده آورده، با نوشته آریارمنه دگرگونه. با نوشته آریارمنه که پدر بزرگ شاهنشاه داریوش بزرگ است دگرگونه. باور دارم که یک رویه‌ای زرین از نوشته آریارمنه هست. گمان میکنم شاهنشاه آریامهر روانشاد هنگامی که شهیاد را میساختن، یک نسخه یا نسخه از نوشته آریارمنه که زرین هست، همون را در زیر میدان شهیاد یا ساختمان شهیاد که به یاد شاهنشاه کوروش بزرگ است گذاشتن. این را میدانم. خب گفتم که هشت تن از پدران من، یکی از هخامنشیان در نوشته هیتی به نام پادشاهی هست، نام او هست هخامنش. پس من بیراهه نمیرم که اگر بگویم که دبیره هیتی که دبیره نگاری هست، ریختی هست، نگاری هست، از آن نژاد آریان و نژاد ایرانی است. هیتیان مهرآیین بودند، سوگند مهری در نوشته هاشون هست و دبیره اونها پروردند. آن دبیره‌ای که آنان پروریدند پیش از دبیره هخامنشی است، زیرا که هخامنشیان دست کم 2500 یا 2500 پیش بودند، در جایی که آنان 4 بیور پیش بودند. بیور به پهلوی می شود 1000 یا 1000. خب این میتواند کهن‌ترین باشد که نوشته شده باشد. دبیره هیتی میتواند کهن‌ترین باشد که نوشته زب... چرا هیتی را میگم؟ برای اینکه هیتی زبان ایرانی است، به اوستا پیوند داره و به دیگر زبان‌های اندوژرمن که اروپایی گاهی اندو ایرانی میگن هم پیوند داره. این کهن‌ترینه. ما یک نسکی داریم به نام خدای‌نامک پهلوی. این خدای نامک پهلوی انباشته نوشته های باستانی یا رخدادهای باستانی نژادگان ایرانی است. تنها یک نژاد نیست در اونجا، نژادگان ایرانی، نژاد سرمد، نژاد درخشان الان سپید، نژاد اوس، نژاد کیمر، اینها و سکان. 90% شاهنامه یا خدای نامه که شما میشناسید ویژه سکان هست. نژاد سکسون. سون میشود فرزند، سگ به زبان ما میشود همون داگ. داگ و سگ یک واژه هستش و سکسون میشود فرزند سکان. این مال اروپا نیست، اروپا بیهوده میکنه این کارو میکنه. در زبان اروپا سگ دگ هستش، به ویژه در زبان فرانسه و جرمن سگ سکس نیست که سکسون مال اونا باشه. این از آن ماست. چرا شاهنشاه داریوش بزرگ دست کم از 3 تیره سگ نام میبره؟ سکا هوماورگا، سکا اوپرازرایا، سکا تیگرخودا. این ما هستیم که این نام را بنیان گذاشتیم و از تیره سگ گفتم. در اروپا سکسون که میگه فرزند سکان پیوندی به اونا نداره، چون ما رفتیم اونجا اونا گمان میکنن، لغزش میکنن دیگه، نمیخوانم دست بردارن، اما میدونن که از آن اونا نیستش. این سکان نوشته هاشون بر جای ماندهش در خدای نامک پهلوی هست. شما یک پادشاهی را میشناسید به نام تخم اروپ، یعنی اروپایی نیرومند، اروپ بزرگ، اروپ نیرومند، تخمه یا تخم اروپ. اروپ یا اروپه یکی از یک گونه ای از سگان هست، یه تیره ای از سکان هست و این یک سکسون اروپی هستش. و این تهمورس را در نوشته خدای نامک یا شهنامه او را دیو بند می نامند. دیو بند. و از شگفتی ها این هست که به نوشته خدای نامک پهلوی که به کوشش روانشاد پردوسی و موبدان زرتشتی گرده هم آمده، بخشش گرده هم آمده که در ایران شاهنامه میگن، در اونجا میگوید که تخمه اروپ یا تهمورس دیوان را گرفت و از دیوان خواست که دبیره به او یاد بدهد.
یعنی آنچه که تخم اوروب یا تخمورس یک پادشاه بسیار کهن ایرانی پارلات پاراداتا هرودوتوس میگه پاراداتا پری دیتر اونایی که داد را می نشانند پری دیتر پاراداتا این افسانه نیست افسانه کسایی هستن که این سخنا را در نمیابند پارلال استادیز از این دانش و خرد ندارن نمیدانن که دست کم در نوشته هرودوت هریکارناس شهروند کشور شاهنشاهی ایرانی نوشته شده این دشنام هست که شما بگید که نمیدونم نه این نمیدونم افسانه افسانه خود شما اید که نمیدانید چی میگید این است که پیش داد یا پرداتا که هرودوتوس میگه پارلات این پادشاه پارلات است پادشاهی است که همه چیز را بنیان میگذاره ایشان کسی هست که از دیوان میخواهد که دبیره برای اوشان پر دیو میشود روشنایی آگاهان و خردمند چون دئو یا تئو میشود روشنایی تئو یا دئو یا دئوس یا زئوس اینها همه میشود همین دی که در زبان ایران هست ماه دی و این دی که در زبان انگلیسی هست ماندی یا دگار یا نمیتونم داب که در زبان جرمن و نمیتونم ایناست این میشود روشنایی دیوان آگاهان و روشنان هستن برای اینکه باز دوباره این سخن را استوارتر بکنم دبیره سانسکریت می شود پاکیزه پالایش شده پراکریت می شود آلوده سانسکریت می شود پالایش شده و ناب دبیره سانسکریت نامش هست دیبا نگاری همین امروز دبیره‌ای که در هندوستان به کار میره نامش دیوانگاری میگن نگارش دیوان پس شاهنامه بیهوده نگفته بیهوده کسانی هستن که به این سخنها با دانایی و خرد با little knowledge is dangerous با اون چیزا برخورد میکنن دیگه آره دانش کم زیان هست دیگه بیمناک هست همین امروز دبیره هندوان را میگویند دیوانگاری یعنی همین تهمورس دیوان درست گفته از دیوان فرا گرفته دیوان روشنانی بودند که این دبیره را بنیان گذاشتند گواهش هم همین دیوانگاریه دبیره هندوان دیوانگاری است پس نگارش دیوان ما نقش را واژه را نقش گفتیم نژاد ایرانی الان یا اوست یا ایرون که امروز در کافکاز هست واژه رو ناخش میگن و یک دسته ای از ایرانیان که در اروپا ببخشید در کافکاز هستن اونا هم به خودشون نخشی میگن ما با هم دیگه که یه بار گفته و کردیم سواستیکا رو من آوردم گفتم اونا خودشون رو نخشی مینامن و خودشون رو به این نخش پیوند میدن یعنی نژادی هست که خودشون رو با واژه میشناسونه در زبان ایرون همون آلانیان یا ایرونیان یا اوستیانی که در کافکاز هستن ببینید چه اندازه دلپذیره این میگه که واژگان وجدان زبان ایرانی هستند واژگان یا نقش واژگان وجدان زبان ایرانی هستند نگاه کنید ایرانی به واژگان و به زبان چه نگاه ویژه‌ای داره چه نگاه دلپذیر و خردمندی داره که واژگان را وجدان این زبان میدانه زبان ایرانی واژگانش وجدان اون زبانه برای این زبان دیوانگاری و دبیره فراهم آمده من گفتم تخمورس دیفن و اون چی که در سانسکریت هست ما از این دبیره که تخمورس دیفن پدید آورده به جز اون که سانسکریت هست و امروز در هندوستان نوشته میشه چیز دیگه ای از اون دست ما نمانده شاید بگم چون این دوره تخمورس دیفن پراداتا یا پیشداد یا پارلات است چون دوره سکان هست میبایستی دبیره‌ای باشد که در اروپا به نام دبیره رونیک شناخته میشه رونیک دبیره شون رونیک جرمن آگاهی فوتارک مینامن این را من یه پرسش بکنم این تهمورس گفتید زبانش سانسکریت بوده
یعنی نگارششون. ببینید آره، زبان این پادشاه رو شما میگی؟ بله. زبان ایشان باید یکی از زبانهای سکه باشه. آها. یکی از، چون ایشان سکه هست، نژاد سکه هست و اون دورانی که ایشان میزیه دوران سکه است، دوران سکسونت. این سکه است و زبان ایشان باید یکی از زبانهای سکه باشه. این که میگم دبیری که دیوانگاری یا تخمورس دیوان پدید آورده میتوانه سکه باشه، برای اینکه دبیری که امروز به نام راز دبیره یا رونیک در اروپا شناخته میشه، اروپایی یا فوتارک بهش میگن، سراسر واژگان سکه هست و نامش نام ایرانی سکه است، نه هخامنشیه، نه اوستاییه، نه پهلویه، تنها سکه است. و کسانی که، یعنی زبانی که امروز در ایرستون، الان، الانیا یا اوستیا گفتگو میشه، اونا میدانن. همین امروز اگر این دبیره را به اونا نشان بده، اون واژ زبان در اونجا هست. چون در اونجا هست و چون اون مردم، مردم سکه هستن و سرمت هستن و تیره سرمتی هستن اونا، این است که من میتوانم بگم که این زبان یا دبیره تخمورس دیوان باید همونایی باشد که در اروپا به نام رونیک، در ایران به نام راز دبیره شناخته میشه، یکی از اون هفت قد یا راز دبیره نامیده میشه که امروز در اروپا به کار نمیره، در دوره‌ای به کار رفته که گفتگو میکنیم ازش، اما امروز هست، امروز هست، به کار نمیره، اما میگم که کی به کار رفته. آقای دکتر، ما اجازه داریم که بریم یه میان برنامه ببینیم، بعد بازگردیم دوباره ادامه برنامه رو بشنویم.